های گایز، امیدوارم عالی باشین. به درس 36 از کتاب گرامر این یوز همراهتون هستم. میخوایم در مورد وود صحبت کنیم. ببینین، یکی از کاربردهای وود یا وودنت این هستش که در موقعیت هایی که داریم یک عمل رو تصور میکنیم ازش استفاده کنیم. پس چی شد؟ تصور، imagine a situation or action. اوکی، مثال: It would be nice to buy a new car, but we can't afford it. ببین، این یه چیزی هست که ما در موردش فکر میکنیم اما واقعی نیست. خوبه که یه ماشین جدید بخریم اما وسعمون نمیرسه، واقعی نیست. میتونستم بگم It's nice، و اما چون دارم تصور میکنم، اینجا داره به من میگه چون داری تصور میکنی از وود استفاده کن، چون ایمجینیریه از وود استفاده کن. این رو خودشون هم استفاده میکنن، نیتیو ها. فکر نکنین حالا یه چیزی داره تو این کتاب میگه اینا رو، اگر حتی تو فیلم ها هم که خیلی گرامر ها رعایت میکنن، تو فیلم هم این وود رو میبینین به حالت ایمجینیری استفاده میکنن. بعدی مخففش رو گفته I'd love to live by the sea. By the sea یعنی کنار دریا. من دوست دارم کنار دریا زندگی کنم. چرا از وود استفاده کرد؟ چون داره از ایمجینریش میاد، تصورش میاد، به چیزی فکر میکنه که واقعی نیست. مثلا داره تهران زندگی میکنه، الان شرایط این که بره کنار دریا زندگی کنه رو که نداره، داره از تصورش میگه. بعدی دو نفرم دارن صحبت میکنن. Shall I tell Chris what happened؟ به کریس بگم چه اتفاقی افتاد؟ No, I wouldn't say anything. یادتونه توی قسمت should همینو داشتیم، I should و I shouldn't. گفتیم اگه جای تو بودم این کارو نمی‌کردم. وقتی دارم میگم اگه جای تو بودم، دارم چیکار میکنم؟ خودم رو دارم جای تو تصور میکنم. پس این یه imaginary situation هست. پس از I would or I wouldn't استفاده میکنم که بگم اگه جای تو بودم این کار رو میکردم، در جواب حالا اون شخص A دارم میگم. اوکی؟ توی درس should در موردش صحبت کردیم. اگر که ندیدین، اول اون درس should رو ببینین. I wouldn't say anything وقتی میگم، منظورم نیست که من چیزی نگم، اوکی؟ منظورم اینه که اگر جای تو بودم، من که قرار نیست چیزی بگم، موقعیت تو رو دارم میگم. خب قانون مودال هفتی پی رو که یادتونه گفتیم برای اکثر مودال ها استفاده میشه، اینجا هم کاربرد داره. When we imagine situations or actions in the past، توی گذشته، از بود هفتی پی استفاده میکنیم. معنیش میشه یعنی تو گذشته اتفاق نیفتاده اما ما داریم تصورش میکنیم. They helped us a lot. اونا خیلی کمکم کردن. I don't know what we'd have done without their help. نمیدونم که چه کار میکردیم، دارم تصور میکنم، بدون کمک اونها. یعنی اونا نبودن ما بیچاره بودیم، یعنی اونا بودن تمشون هم گرم، اگه نبودن حالا چی میشد؟ داریم تصورش میکنیم، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، نمیدونم چی کار میخواستیم بکنیم. I didn't tell Sam what happened. He wouldn't have been pleased. ببین would have pp. اوکی، من به سم نگفتم چه اتفاقی افتاده، خوشحال نمیشد. یعنی من نگفتم، دارم تصور میکنم، اگه میگفتم خوشحال نمیشد. پس اون اتفاق نیفتاده، کلن یه چیزی اتفاق نیفتاده. ببین تو ترجمه هم اتفاق خاصی نمیفته، منظور ما رو باید، لحن گفتنشون رو باید مشخص کنی. توی قسمت بعدی would do and would have done رو داره با هم دیگه، present and past رو داره با هم دیگه مقایسه میکنه. I would call Lisa but I don't have her number. یعنی من زنگ میزنم به لیزا اما خب شمارهش رو ندارم، دارم تصور میکنم آقا اگه داشتم بهش زنگ میزدم. اما اونجا میگم I would have called Lisa but I didn't have her number. اینجا دارم چی میگم؟ اینجا گذشته دارم میگم، یعنی تو گذشته نداشتم، اوکی؟ و بهش زنگ نزدم.
من به لیزا زنگ می زدم ولی شمارش رو نداشتم. اگه داشتم که بهش زنگ می زدم. بعدی I'm not going to invite them to the party. They wouldn't come anyway. اوکی؟ من قرار نیست اونا رو به مهمونی دعوتشون کنم. به هر حال اونا نمیان. تصور من اینه که اونا نمیان. They wouldn't come. بعدی میگه I didn't invite them to the party. They wouldn't come anyway. Come, came, come. پس پارتیسیپلش همون come هست. گیج نشید. به مهمونی دعوتشون نکردن. اونا به هر حال نمی اومدن. اوکی، حالا من دعوتشون نکردم که ببینم اونا میان یا نمیان. تصور کردم توی گذشته که اونا نمیان. پس دعوتشون نکردم. اوکی؟ حالا توی قسمت بعدی conditional type 2 رو داره به همون یاد میده که توی درس 38 تا 40 بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اینجا اومده فقط یه اشاره کنه، چون conditional type 2 داریم در مورد imaginary صحبت میکنیم، چیزی که غیر واقعیه، غیر ممکن نیست اما در حال حاضر غیر واقعی، امکان نداره بیفته. اوکی؟ مثلا میگم I would call Lisa if I had her number. اگه شمارش رو داشتم به زنگ میزد. I would have called Lisa if I had her number. این دیگه میشه type 3. توی درس 38 40 بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اینجا میترسم که خیلی، چون خیلی نمیتونم در موردش توضیح بدم، ممکنه گیج بشین. نگه دارین، درس 38 40 در مورد این دوتا گرامر صحبت میکنه. بریم برای part B که قراره در مورد will and would صحبت کنیم، که خیلی از شما ممکنه اگر که در مورد would خیلی آشنایی نداشته باشین، وقتی که would رو ببینیم بگیم would گذشته یه ویله، اما الان تا الان که یاد گرفتیم که would یالا یه کاربرد دیگه هم داشت. حالا اینجا دقیقا همونو میخواد بهمون بگه، گذشته یه ویل رو میخواد بگه که would هست. میگه I'll stay a little longer. I've got plenty of time. یکم بیشتر خواهم ماند، وقت زیاد دارم. یه جا میگم I stay a little longer but I really have to go now. یکم بیشتر میموندم اما باید برم. پس چی شد؟ اینجا حالا داره همون ایمجینری رو میگه، یعنی میگه حالا دوست داشتم یکم بیشترم بمونم اما باید برم. تصور دارم میکنم. اوکی؟ I'll call Lisa. I have her number. من به لیزا زنگ خواهم زد، شمارش رو دارم. I'd call Lisa, but I don't have her number. به لیزا بهش زنگ میزنم اما شمارش رو ندارم. نمیتونم بهش زنگ بزنم. دارم تصور میکنم. اگر شمارش رو داشتم بهش زنگ میزدم. حالا توی قسمت بعدی داره در مورد گذشته یه ویل میگه که بود هست. خیلی توضیح خاصی نداره. I'll call you on Sunday. دارم الان میگم که توی آینده Sunday بهت زنگ میزنم. خب اما پستش چی میشه؟ Tom said. Tom توی گذشته گفت he would call me on Sunday. یعنی Tom توی گذشته گفت که توی آینده در گذشته به من زنگ خواهد زد. یعنی مثلا جمعه بهش گفته یک شنبه بهت زنگ میزنم توی گذشته. بعدی I promise I won't be late. قول میدم دیر نکنم توی آینده. اونجا بعدی میگه Amy promised. Amy توی گذشته قول داد she wouldn't be late، که دیر نکنه. مثلا شنبه هفته پیش میخواستن برن سینما، ظهرش به دوستش قول داده که شب دیر نکنه. این میشه گذشته would. woodی که میخوایم توی گذشته، willی که میخوایم توی گذشته در موردش صحبت کنیم و با would میگیم. این هم از این چیز خاصی نداشت. حالا میگه somebody wouldn't do something، یعنی اون شخص refuse میکنه، سرپیچی میکنه، امتناع میکنه، رد میکنه از انجام یه کاری. اوکی؟ اما کی؟ توی گذشته. دقت کنین wouldn't do something. wouldn't do something منفیه. اوکی؟ و گذشته است. توی گذشته رفیوز کرده از انجام اون کار. قاطی نکنین، حواستون باشه. I tried to warn him but he wouldn't listen to me.
کی ریفیوز کرد لیسن کردن به من رو ریفیوز کرد کی توی گذشته the car wouldn't start از start خوردن ریفیوز کرد امتناع کرد کی توی گذشته بریم برای part C ببینیم part C چه زود تموم شد part C چی میگه ببینیم میگه از would استفاده میکنیم وقتی یه چیزی در گذشته به صورت منظم انجام میشده یاد چیزی نمیافتین؟ یاد یوستو نمیافتین که بعدش فعل به صورت ساده میاد؟ عادتهای تیپیکال در گذشته یا رویدادها، ایونتها در گذشته رو میتونیم به جای یوستو از وود استفاده کنیم که فرماله معمولا هم توی داستانها بیشتر میبینیمش مثال رو ببینیم When we were children, we lived by the sea In summer, if the weather was fine, we would all get up early and go for a swim. وقتی ما بچه بودیم کنار دریا زندگی میکردیم تو تابستون اگه هوا خوب بود هممون زود بیدار میشدیم میرفتیم شنا اینو به صورت یه عادت در گذشته انجام میدادیم اگر دقت کنیم یه داستان هم داریم تعریف میکنیم داستانت کی بوده؟ توی گذشته گفتن دیگه would فرماله بیشتر فرماله و برای داستان هم ازش استفاده میکنیم Whenever Richard was angry he would walk out of the room و هر موقع ریچارد عصبی بود میرفت بیرون حالا حرفی که همون اول پارت گفتم رو داره اینجا میگه میگه وقتی داری به این صورت استفاده میکنی بود رو شبیه یوستو هست یوستو رو هم توی درس 18 توضیح دادیم هیچ فرقی نداره میتونی بگی whenever Richard was angry he used to walk میتونی بگی he would walk این هم بود از درس 36 کتاب Grammar in Use از چنل IELTS Farsi امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه اگر چنین بوده ممنون میشم چنل ما رو حمایت کنید تا ویدئوی بعدی بای بای